الله الله سبحان الله، الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیای والمرسلين اب القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه وآله وسلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین با سلام و ادب و احترام و ارزوی توفیق و سعادت خوشبختی با مباحث مقدماتی مقصد سوم را با بیان مسئله هفتم دنبال میکنیم همان گونه که در جلسه گذشته اشاره شد در بیان معیار حجیت اماره گفته شد که در صورت اماره و ظن اعتبار و حجیت پیدا می کند که ما دلیل علمی یا علم به اعتبار اون پیدا کنیم در صورت نبود علم برای اعتبار یک اماره و نداشتن دلیل بر حجیت آن نمی توانیم به اون عمل کنیم طبیعتاً این پرسش ممکنه مطرح بشود که اگر اعتبار و حجیت اماره و ظنون به خاطر علم هست پس اعتبار خود علم از چه ناحیه هست و به همین سوال مسئله هفتم میپردازد و در این مسئله بیان میکند که اعتبار و حجیت علم از خودش هست ذاتن حجیت دارد و این حجیت و اعتبار را از جای دیگر به صورت امر آرزی دریافت نمی کند خب وقتی این مسئله مطرح می شود در واقع ممکنه مسائل در این زمینه مطرح بشه که نیاز به توضیح داشته باشد خب در اصل این مسئله را مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل مطرح کرده است و در همان ابتدا وقتی بحث قطع رو مطرح, مطرح می کند مسائل مختلف راجع به اون بحث کرده است که مرحوم مزفر هم با عظمت از این کار اشان یاد می کند که مرحوم شیخ انصاری بود که آمد و این بحث را بسیار توضیح داد و مفصل مطرح کرد و از جمله مباحثی که اونجا مطرح کرده است این است که حجیت قطع ذاتی هست هیچ کسی نمیتواند این حجیت رو از قطع بگیرد و هیچ کسی هم نمیتونه این حجیت رو برای قطع اثبات کند خب وقتی این مسئله در اونجا توضیح داده شده است مرحوم مزفر میفرماید که هرچند این مسئله واضح به نظر می رسد، اما یک نکاتی در اینجا مطرح هست که خوب است درباره آن توضیح بیشتری داده بشود نکته اول درباره این است که وقتی ما میگوییم شارع حتی نمیتواند راجع به قطع اثباتن یا نفیان چیزی بگوید اعتبار اون رو بگیرد یا اعتبار به اون ببخشد خب اینجا دو نکته را باید مد نظر داشته باشیم وقتی ما میگوییم که حجیت قطع ذاتی هست خب در دو جهت باید این رو مد نظر قرار بدیم جهت اولش این است که آیا پیروی از قطع واجب هست و ذاتی آن هست یا نه طریقیت قطع نسبت به واقع ذاتی آن هست خب دو تا مطلب هست یک مرتبه است که ما میگوییم حجیت قطع ذاتی هست یعنی این که ما را به سمت واقع میرساند و در این جهت هیچ جای شک و تردید نیست یک مرتبه است که نه ما کار به این که به واقع ما را میرساند یا نمیرساند کار به اون نداریم خود این لزوم پیروی از قطع را مطرح میکنیم که بالاخره این رو باید حتما ازش متابعت بشود و به اون توجه بشود خب این مسئله رو وقتی این دو جهت رو مطرح میکند در واقع میگه این دو جهت رو ما به این جهت مطرح میکنیم که این دو جهت در بحث زن و گمان مطرح هست به خاطر این که وقتی در بحث زن و گمان ما میاییم بحث حجیتش رو و همچنین بحث پیروی از اون را و همچنین بحث طریقیت اون نسبت به واقع را مطرح میکنیم این دو جهت در بحث زن و گمان خودش رو بیشتر نشان میدهد که آیا ما وقتی میاییم توسط علم به ظن و گمان حجیت می بخشیم آیا طریقیت اون نسبت به واقع را حجت قرار میدیم میگیم شما این ظن و گمان را طریق به واقع قرار بده هرچند احتمال خلاف هم در آن ممکنه برود شما اون احتمال خلاف را نادیده بگیر گویا فرض در این قرار بده که ایج احتمال خلاف دیگه وجود ندارد و این را حتما شما به واقع مرساند یا اینه که در واقع ما طریقیت این زن و گمان رو به واقع میای معتبر قرار می دیم و راه احتمال دومی که برای حجیت اماره و زن خاص مطرح می کنیم این است که باید از این دستور شارع یا اعتباری که شارع می بخشد ما پیروی بکنیم واجب هست که باید به این دستور تن بدیم حالا ممکن است دوباره از این وجوبی پیروی ما اون بحث این که طریقیت داره به واقع ما رو میرساند اون رو هم انتظار بکنیم اما اصل دستور اینه که باید حتما از همین زن و گمان اطاعت بکنیم این دو جهت وقتی در بحث زن و گمان مطرح هست میگه به این اعتبار ممکنه ما بیایم همین دو جهت را در بحث قطع و یقین هم مطرح بکنیم که آیا ذاتی بودن و یقین به این معناست که طریق بودن آن به واقع یقینی هست یعنی صد در صد ما را به واقع میرساند در این جهت این ذاتیشون هست یا نه لزوم پیروی از آن و این که ما باید حتما طبق عمل بکنیم این ذاتی آن هست خب وقتی میگه ما این دو جهت رو در مورد قطع مورد قطع قرار میدیم میبینیم لحاظ کردن این دو جهت و تشبیه کردن آن به بحث زن و گمان در واقع از جهت همون کمبود در تعبیر هست به دلیل اینکه ما نمیتوانیم مقصود را به خوبی و به صورت رسا بیان بکنیم مجبوریم این جهت ها را مد نظر قرار بدیم وگرنه اگر ما به صورت دقیق به قطع و یقین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در قطع اون طریقیتش نسبت به واقع به گونه که انسان دیگه احتمال خلاف نمیدهد ما وقتی میگوییم قطع یعنی این که محتوای این صد درصد هست هیچ گونه شک و تردید نسبت به آن وجود ندارد وقتی ما این مسئله را در مورد قطع دقت کردیم و به دست آوردیم خب بعد لزوم مطابقت از آن خود به خود به دست می آید وقتی ما می گیم این شیخ قطعا انسان رو به واقع می رساند یعنی باید از این پیروی کرد و این باید و لابودیتی که در مورد قطع هست در واقع یک حکم عقلی هست و این دیگه نیاز به این که یک وجوب مطابعت دیگه لازم داشته باشد لازم نداره و در این جهت وقتی ما اون دو جهت رو در مورد زن و گمان مطرح کنیم در بحث قطع و یقین اینا تبدیل میشه به یک جهت و آن هر دو جهت در واقع یک مطلب رو اشاره میکند با این این است که قطع و یقین حتما انسان رو به واقع میرساند و وقتی میرساند حتما به صورت حکم عقلی هم که شده باید انسان از او پیروی بکند و در اینجا دیگه اون وجوب متابعت که در مورد زن مطرح هست در مورد قطع مطرح نمی شود به خاطر این که صد در صد رسیدن به واقع یعنی همون عمل در واقع به این قطع و یقین هست و به همین جهت هست که مرحوم شیخ انصاری وقتی این مطلب رو بیان می کند دیگه میگه که حتی همین وجوب مطابقتش هم به خاطر این است که این طریق است ذاتا به واقع و این طریقیتش ذاتی خودش هست از جای دیگه دریافت نمی‌کند کند و این سر پیروی از قطع و یقین هست خب انشاءالله تا این مقدار رو این رو عبارتش رو بخونیم تا ببینیم به بحث بعدی هم میرسیم یا نه خب هفتمین بحث از مباحث مقدماتی که در مقدمه مقصد سوم مطرح شده است حجیت ذاتی علم هست که در آن بیان می شود که علم حجیتش مال خودش هست از جای دیگه دریافت نمی کند میگه کررنا فی بحث سابق ما در بحث گذشته در مسئله ششم وقتی بحث حجیت اماره رو مطرح کردیم و گفتیم توسط علم حجیت خودش رو دریافت می کند خب در بحث سابق مکرر این قول و سخن مطرح شد که حجیت علم ذاتی خودش هست درست علم باعث حجیت اماره و ظن خاص می شود اما خود علم حجیتش مال خودش هست و وعدنا به بیان ها و در اون مسئله وعده دادیم که ما باید حتما حجیت ذات علم رو بیان بکنیم و قد حل هون الوفا بالوعد حالا رسیده از همون موقعی که باید به وعده وفا کنیم فنقل و علیزا بیان میکنیم که قد ظهر ما سبق معنا کون شی حجیت ذاتیه در گذشته روشن شد که وقتی ما میگوییم یک شی حجیتش ذاتی هست یعنی چی بخاطر خاطر اینکه در بحث ظن وقتی ما این مطلب رو مطرح کردیم که گفتیم حجیت ظن و گمان از خودش نیست ذاتیش نیست یعنی از جای دیگه دریافت میکنه خب از اینجا میفهمیم که پس اگر حجیت یک شی ذاتیش باشد چیه یعنی این که دیگه مال خودش هست و از جای دیگر دریافت نمی کند فان معناه ان حجیته منبعثه من نفس طبیعت ذاته معنای این حرف این است که حجیت اون شی منبعث هست برانگیخته شده است از خود طبیعت ذاتش یعنی از ذاتش از طبیعت خودش و از خود خودش هیچ به اصطلاح نیاز به شیء دیگری ندارد فلیست مستفادت من الغیر پس این حجیتش استفاده شده از غیر نیست این از ناحیه کسی دیگر و چیزی دیگری ای این حجیت به او داده نمی شود ولا تحتاج الی جعل من الشارع وقتی یک شیء حجیتش از خودش باشد به جل شاره هم احتیاج ندارد که منتظر بشینه شاره بیاید اون را معتبر قرار بدهد ولا الى صدور امر منه به اتباعه و نیاز ندارد که یک امر از ناحیه شارع به پیروی کردن از این شی صادر بشود نه صادر بشود نشود خلاصه این شی خودش ذاتی حجیت داره و منتظر کسی دیگر هم نمیماند بل العقل هو الذی یکون حاکما به وجوب اتباع ذالک الشی بلکه این عقل است که حکم میکند باید از این شیعی که علم هست قطع هست یقین هست پیروی بشود خب به خاطر این که وقتی ما راه داریم مثل قطع و یقین که مثل آینه مثلا واقعیت رو برای ما نشان میدهد خب وقتی از عقل هم سوال کنیم که چیکار باید بکنیم خب عقل به انسان حکم میکنه که باید این واقع رو دریافت کنی و به این واقع باید عمل کنی این یک حکم عقلی هست و ما هذا شأنه ليس هو الا العلم و شیعی که حجیتش از خودش باشد اعتبارش را از جای دیگه دریافت نکند و عقل حکمی به پیروی از آن بکند چیزی جز علم نیست پس این شیعی که حجیتش از خودش هست همان علم است. و لقد احسن الشیخ العظیم الانصار رحمت الله علیه میگه خیلی زیبا شیخ اعظم این رو مطرح کرده است که مجل یو الابحاث ابحاس فی تعلیل وجوب متابعت القدر که شان به اصطلاح جلوه دهنده و روشن کننده این ابحاث هست در این که چرا باید از قد متابعت بشود خب ایشان این رو به صورت خیلی روشن مطرح کرده است خب قد وقتی ما میگیم در جای دیگر هم علم به کار رفت در جای دیگر ممکنه یقین به کار برود همه اینها یک مطلب رو میرساند و آن مطلبی است که هیچ گونه احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد ما وقتی به یک مطلب علم داشته باشیم یا قطع داشته باشیم به معنا این است که اینو صد درصد میدانیم و کوچکترین احتمال مخالف آن را به او نمیدهیم خب این قطع هست فانه بعد ان ذکر انه لا اشکال فی وجوب مطابقت القد و العمل علیه مادام موجودن وقتی مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده است که هیچ اشکالی در وجوب پیروی کردن از قد و عمل کردن به قد نیست تا زمانی که این قطع و این علم وجود داره میگه تا هر زمانی که علم و قد وجود داشته باشد بدون شک باید ازش پیروی بشود و شکی نیست در اینکه خلاصه این وجوب پیروی قطعی هست خب بعد آمده علتش رو بیان میکنه که چرا در مورد پیروی کردن از قطع و علم جای تردیدی باقی نمیماند علتی که آورده است این است که لعنه به نفسه طریقون ادل واقع علتش این است که خود قطع یا علم راه به واقع است خودش و این طریق بودنش و راه بودنش به حکم واقعی هم مال خودش هست و لیست طریقیته قابلتون لجعل شاره و این طریق بودنش و این که در طریق استنباط حکم قرار بگیره اعتبار اونها و طریق بودنش قابل جعل شاره نیست نه اثباتا نه نفیا نه شاره میتونه این طریقیت رو برای قط و علم اثبات بکنه و نمیتونه نفی بکنه در واقع این وقتی مال خودش هست دیگه به هیچ شیء دیگر حتی به شاره هم نیاز ندارد و هذا الکلام فیه شیء من الغموض درست است مرحوم شیخ اعظم این رو بیان داشته است که خلاصه شاره حتی نسبت به قطع و علم نمیتونه به صورت ایجابی یا به صورت نفی موزه بگیره و حجیت اون رو به اصطلاح اثبات بکنه یا نه برداره وقتی این کلام رو میگه بازم یک پیچیدگی هایی در این کلام وجود دارد چرا؟ بعد این اختلاف تعبیرات اصولیین من بعده به خاطر اینکه بعد از آن تعبیرهای مختلفی نسبت به این مسئله از اصولیین مطرح شده است هر کسی به گونه از این مطلب بالاخره برداشتی پیدا کرده است وقتی این پیچیدگی ها وجود داره نیاز به توضیح دارد و لذا فنقول و لبیانه برای بیان این مطلب بگیم که این نهونا شیعین او تعبیرین میگیم در همین کلام دو تا شی یا دو تا تعبیر وجود داره اینا رو باید از همدیگر تفکیک کنیم تا بعد دقیقا بدونیم که نقطه اصلی بحث در کدام یکش هست خب یک از اون دو یا یک از اون دو تو تعبیر اینه که وجوب مطابعت قد هست که باید از قد پیروی کرد و العمل و الاخذ به و اینکه به این علم و قد مثلا اخذ کرد و اون رو مورد استفاده قرار داد این یک نکته است که پیروی کردن از قطع ذاتی آن هست خب نه اینکه مثلا شاره به ما دستور بدهد که شما از قطع پیروی بکنید و نکته دوم این است که میگیم طریقیت قطع نسبت به واقع ذاتی آن هست خب این رو میتونیم به این شکل بگیم که اگر این قطع ما را به واقع میرساند این خصوصیت هم مال خودش هست فمل مراد من کون القاد حجتون به ذاته. حالا که دو تا احتمال یا دو تا شی وجود داره باید بپرسیم که مراد از این که قد حجت است به ذاته کدام هست یعنی میگم حجت است به ذاته یعنی وجوب پیروی ازش خلاص مال خودش هست یا نه میگیم این که راه رسیدن به واقع هست این راه بودنش مال خودش هست کدوم هست میگه حل المراد ان وجوب مطابعتی امر ذاتیون له خب باید ببینیم که مراد این است مراد این که وجوب متابعتش امر ذاتی برای اون هست کما وقع فی تعبیرات بعض الاصولین المتأخرین که همین مطلب رو بعضی ها به دست آوردن که گفتن وجوب پیروی از قط ذاتیان هست یعنی ما در پیروی کردن از قط منتظر دستور شارع نباید بشینیم یا حتی اگر شارع هم بیاید ما را من بکند که شما به قط و یقین عمل نکنید بازم ما باید از قد و یقین چیه پیروی بکنیم بعضی از اصول این متاخر این رو مطرح کردن ام ان المراد ان طریقیته ذاتیه یا نه ما به لزوم پیرویش کار نداریم بلکه میگوییم این که این قطع ما را به واقع میرساند و طریق هست نسبت به واقع این خصوصیت مال خودش هست و کسی دیگه بهش نداده است خب این نما صحه یوس الهاز از سوال خب میگه این سوال رو وقتی مطرح میکنیم میگه خوب اول برای که این مطلب باز بشه اینو در یه جای دیگه بپرسیم میگه صحیح هست که این سوال در جای پرسیده بشود و اگر از قطع ما این سوال رو میپرسیم درباره باره همین سوال رو مطرح میکنیم فمن اجل قیاسهی الوان به خاطر اینه که قیاس میکنیم قطع را به ظن و گمان حینما نقل وقتی ما در مورد ذن و گمان این حرف رو میزنیم میگیم نه حجه وقتی میگیم ظن و گمان حجت هست خب فا فیه جهت این نفیه جهتین بخاطر این که در آن دو تا جهت وجود دارد یک جهت طریقیت ذن و گمان نسبت به واقع هست که فحین ما نقول وقتی ما در اون قسمت میگیم که این حجیت و مجعوله که حجیتش جعلی هست حجتش از ناهی کسی دیگر قرار داده شده خب نقصد و انه طریقیت و مجعوله خب مراد ما این است که این طریق نبود نسبت به واقع راه بود راهی نبود که ما را به واقع برساند خب کسی دیگه بالاخره دلیل دیگه آمد این را راه قرار داد که ما از طریق آن میتونیم به واقع برسانیم یا یکی اینه لانها لیست ذاتیتون له به خاطر این که این طریقیتش هم ذاتی خود زن و گمان نبود لوجود احتمال خلاف چرا مال ذاتش نبود به خاطر اینکه احتمال خلاف میرود خبر واحد آمده است که مثلا نماز جمعه واجب هست خب ما احتمال میدیم که واجب باشه و احتمال هم میدیم که واجب نباشد خب وقتی این احتمال خلاف داره پس این که حتما نماز جمعه مثلا واجب هست خب به خاطر این که ذن پیدا کرده ایم ذاتی آن نیست که صد در صد ما رو حتما به واقع برساند فشاره اجعله طریقا وقتی این احتمال خلاف در ذن و گمان وجود داره شاره میآید این رو طریق قرار میده نسبت به واقع خب وقت طریق قرار میده یعنی چیکار میخواد بکند میگه به الغاء احتمال الخلاف شارع میآید میگه درست شما احتمال خلاف میدید میگه شاید این درست نباشد و همین درست نبودن رو شما نادیده بگیر یعنی این خلاف که احتمال میدی این رو لغو کن دیگه اینو در نظر نگیر بلکه به همون محتوای اصلیش که همون زن غالب زن نوعی هست و همون توجه کن وقتی شاره می آید احتمال خلاف را برمی دارد که انهو لم یکن و این رو میگه بگونهای ای در نظر بگیر که گویا احتمال خلاف وجود نداشته فتم به ذالک طریقیته ناقصه و به این سبب که شارع می آید این احتمال خلاف رو میگه شما نادیده بگیرید با این وسیله طریقیت ناقصش رو اتمام و به تمامیت میرسانه و ما میتونیم دیگه حالا با یک اطمینان بیشتر به این زن و گمان عمل بکنیم لیکون کلقد فی ای سال الالواقع وقتی ما این احتمال خلاف رو برداشتیم خب دیگه اون 70-80 درصد که ما گمان داشتیم که ما رو به واقع میرساند 20 درصد احتمال خلاف میدادیم این 20 درصد رو هم وقتی کنار گذاشتیم در واقع مثل قطع این ما را به واقع میتونه راهنمایی بکنه دیگه میگیم ان صد درصد باید طبق اون عمل بکنیم که واقع همین است و هذا المعنى هو المجعول للشارع خب وقتی ما در مورد زن میگیم مجعول شارع هست یعنی شاره آمده این احتمال خلاف رو برداشت و این رو در حکم قطع قرار داد وقتی شما احتمال خلاف برداشتید میشید 100 درصد دیگه باید طبق اون عمل بکنید یکی این نکته است در مورد زن که پس دیدیم در طریق بودنش نسبت به واقع یک احتمال خلاف وجود داشت شاره آمد این رو برداشت پس ما مطمئن شدیم که انشاءالله این راه است که صد در صد ما را به واقع میرساند این یک نکته یک در مورد زن و گمان هست نکته دو هم اینه که جهتی وجوب مطابعتش هست خب وقتی ما میگوییم این زن و گمان حجت و اعتبار خودش رو از ناحیه علم میگیرد و این علم رو هم شارع به ما میبخشد مثلا خب یعنی که شاره میآید لزوم پیروی از این زن و گمان رو برای ما دستور می دهد. خب اینه لذا میگه وجوب مطابعتش وقتی ما میگوییم که این زن و گمان حجت است که نقص دو انشار امره به وجوب مطابعت ذالک از زن منظور ما این است که میگیم شاره دستور داده که باید از این زن و گمان پیروی بشود و این واجب هست و عکس کردن به این زن و گمان هم به عنوان یک امر مولوی از ناحیه شاره آمده خب ما مجبوریم باید این امر مولا را اطاعت بکنیم خب حالا این که این طریق به واقع هست صد درصد ما را میرساند هفتاد درصد میرساند اینو در این جهت دوم دیگه دخالت نمیدیم فینتز و من الامر ان هذا الظن موسلون الى الواقع و منجز له بعد از اون که این امر مولوی رو ما باید پیروی بکنیم خب میتونیم انتظار بکنیم که این ذن حتما ما رو به واقع میرساند که این گونه بر ما واجب کرده که باید ازش پیروی بکنیم و منجز اون و به خاطر همین که ما رو به واقع میرساند در واقع یک حکم تنجیزی نسبت به ما پدید آورده است که حتما ازش پیروی بکنیم فیکون المجعول هذا الوجوب در این احتمال دوم مجعولی که از ناحیه شارع جعل شده است همین حکم وجوبی هست که باید ازش پیروی کرد و یکون هازا معنا حجیت زن خب این میتونه معنای حجیت زن باشد یعنی همین وجوب رو میگیم شارع بهش بخشیده است و اذا کان ها حال زن وقتی این نکته رو ما در مورد زن و گمان مطرح میکنیم پس قط هم سزاوار هست این که برای این قد هم همین دو تا جهت رو در نظر بگیریم یک جهت طریقیت قد دو جهت وجوب پیروی از آن و نلاحظ هما حین نقول مثلا بعد میاییم همین دو تا جهت رو در مورد قد هم ملاحظه میکنیم وقتی میگیم حجیت قد ذاتی هست بعد میگیم خب یعنی چی ذاتی هست اما من جهت کونه طریقا به ذاته یا میگیم اون جهت اول منظور هست که میگیم طریقیتش ذاتی خودش هست و اما من جهت وجوب متابعتی لذاته یا نه میگیم وجوب متابعتش مال خودش هست خب این دوتا جهت رو ما به تقلید از ذن و گمان نسبت به قد هم مطرح میکنیم ولیکن فی الحقیقه درست ما از باب مقایسه و تشبیه ظن تشبیه قطع به زن این رو میتونیم بیان بکنیم اما در حقیقت وقتی میاییم نگاه میکنیم تعبیر به وجوب مطابعت قطع که یک از احتمالات دوگانه هست میگه لا یخلو عن ظاهره این تعبیر تعبیر مسامحی هست تعبیر دقیق در مورد قطع نمیتونه باشد خب منشه این مسامحه هم زیق عبارت از مقصوده میگه خب دیگه چاره نیست وقتی بیان الکن هست و مقصود رو نمیتونه به صورت دقیق بیان بکنه مجبوریم از این تعبیرها به کار بگیریم خب چرا این به اصطلاح مسامحه پیش آمد و چرا این زیق عبارت پیش آمده از یقاس على زن میگه این زیق تعبیر و این خلاصه مسامحه به خاطر این پیش آمد که ما قطع را مقایسه کردیم با زن وقتی در زن این دو تا احتمال بود دو تا تعبیر بود اینجا هم ما آوردیم اینو مطرح کردیم اما وسر فی ذالک واضح اما اینکه این مطلب در مورد قطع نمیتونه پیاده بشود خودش این مطلب واضح هست چرا لانه لیس للقطع مطابقتون مستقله به خاطر که ما نمیتونیم نسبت به قطع یک مرتبه بگوییم طریقیت قطع نسبت به واقع 100 درصد هست بعد دوباره بیاییم که یک متابعت مستقل دیگر را برایش مثلا درست بکنیم بگیم یک مرتبه اخذ به واقع مقتون به بکنید به خاطر اینکه شما صد در درصد به واقع رسیدین از نگاه طریق بودن قد بعد یک دفعه دیگر دوباره بیاییم بگیم حالا که اخسی به واقع کردی و رسیدی به واقع پیروی از اونم واجب هست بگیم. یعنی چی دیگه وقتی کسی از نگاه طریقیت قد اینو در نظر گرفت دنبال کرد رفت بر اساس قد عمل کرد به واقع هم رسید بعد شما بیایید بگید که یک دفعه دیگر واجب شما ازش پیروی بکنید میگه این در واقع یک کمی مسامحه که میگه همینه دیگه فضلا ان ان یکون لحاظ المتابعه وجوب مستقل خب وقتی یک کسی اخذ به واقع کرده یعنی با طریقیت قط رفته پیش رفته و به واقع رسیده است ما اصلا متابعت دیگه ای نمیتونیم اینجا در نظر بگیریم چی رسد که برای این متابعت ما بیایم یک وجوبی را از ذات قطع درست بکنیم بگیم وجوبی متابعت در اینجا ذاتی خوده قطع هست میگه که خود این مطابق وقتی معنا ندارد دیگه وجوب مستقل غیر از خودی وجوب عکس به واقع مقتون به دیگه نمیتونیم ما اینجا در نظر بگیریم ای وجوب و طاعت الواقع المنکشف بالقطع من وجوب نو نه نهوه ما دیگه وقتی ما آمدیم توسط طریقیت قطع به واقع رسیدیم نمیتونیم بالاخره یک وجوب دیگر را که حالا اون وجوب طاعت واقع هست که این واقع هم کس شده به سبب قطع حالا این قطع هم که پیدا شده است قطع از وجوبه که مثلا ما رو برده به حکم وجوبی رسونده که باید طبقش عمل کنیم یا ما رو برده به یک حکم حرمت رسانده است که نباید بهش عمل بکنیم یا مانند این حالا استحباب باشد مثلا کراهت باشد احکام دیگه باشد بالاخره وقتی ما توسط قطع رفتیم به ککمی به اون واقع رسیدیم و واقع را کاملا به دست آوردیم دیگه مطابعتی یا وجوب مطابعت دیگه هم اینجا معنا ندارد از لیسه و انکشاف اینکه الواقع شیعون یعنی الانسان وقتی انسان توسط طریقیت قطع رفت به واقع رسید خب دیگه واقع کشف شده است انسان منتظر چیزی دیگه باقی نمی ماند فیزن کشف الواقع له وقتی منکشف میشه واقع برای مکلف فلا بود در یخ به دیگه از نظر عقلی وظیفه داره که باید طبق عمل بکند نه که منتظر بشینه که خیلی خوب حالا که من به واقع رسیدم چیکار باید بکنم نه عقلا حکمش اینه که باید طبق رفتار بکند حالا میگیم از ناحیه عقل این ناچار هست این کار رو بکنند میگه و این لابودیتی که ما میگیم فلا بود دیخ و زبه این لابودیت لابودیت عقلی هست که عقل میآید میگه خب قطع وقتی شما رو به واقع رسانده است دیگه حالت انتظاری نباید بکشی باید حتما طبق رفتار بکنی که منشه این لابودیت عقلی هم این است که قطع به نفس طریق است نسبت به واقع و علیه فیرج و تعبیر با این بیانی که گفتیم پس تعبیر به وجوب مطابعت قطع وقتی میگیم تعبیر میکنیم برمیگرده به این که این قط به نفسه طریق است نسبت به واقع یعنی این تعبیر دوم برگشتش به همون تعبیر اول هست و طریقیت قط هست و این که نفس قط میشه نفس انکشاف واقع وقتی خود قط در نظر میگیریم قطع یعنی منکشف ساختن واقع به تعبیر دیگر منکشف ساختن واقع یعنی قطع این دو تا عین هم هستن خب فل جهتان فیه جهتون واحده فی الحقیقه پس این دو تا جهتی که داشتیم هر دو برگشت به یک جهت دیگه اون دو جهتی که ما در مورد زن داشتیم که یک طریقیتش رو جدا بررسی میکردیم وجوب مطابعتش رو جدا بررسی میکردیم در مورد قط وقت میامی آییم نگاه میکنیم طریقیت قط رو به واقع وقتی دقت میکنیم انسان را وقتی به واقع میرساند و واقع رو برای انسان کشف میکند دیگه انسان منتظر نمیماند تا اینکه یک دستور دیگر هم ولو از ناحیه خود قطع بیاید ما رو دستور بدهد که باید طبق اون عمل بکنی بلکه خود عقل است که اینجا حکم میکنه که شما ناچار هستید که باید به با این ترتیب اثر بدهید و ها هو و سر فی تعلیل شیخ انصاری و این همان نکته است که در علت که شیخ انصاری بیان داشت که گفت وجوب مطابعت قطع چیه به نفسه طریق کنه واقع وقتی این رو گفت طریق به واقع هست این همون سر بود که در کلام شیخ انصاری هست برای وجوب مطابعت این نکتر وقتی بیان می کند به گه بکونهی طریقا به ذاته یعنی اینکه که این قدر طریقیتش مال خودش هست و لم یتعرض فی تعلیل لنفس الوجوب برای طریقیتش آمد علت آورد اما دیگه برای این که برای خودی وجوب مطابعتش هم علت بیاره علت نیاورد چرا؟ چون این همان است یعنی چیز جدایی نیست که ما بیاییم برای مثلا طریقیتش یک علت بیاریم برای این به اصطلاح وجوب پیروی از آن هم علت دیگر بیاریم و من اجل hazardous رکز البحث کله و علا طریقیته و به همین جهت که در قط فقط یک جهت داریم دو جهت نداریم مرحوم شیخ اعظم هم آمده همون یک جهت رو مورده توجه قرار داده و تمام بحث را متمرکز م... 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 ساخته بر اینکه طریقیت قد ذاتی خودش هست و کسی دیگه بهش نداده و کسی دیگه هم نمیتونه ازش بگیرد حالا وقتی این مطلب روشن شد دوباره چند تا نکته از این مطلب به دست می آید که انشالله این رو در جلسه دیگر خدمت شما بیان خواهیم کرد